سرخط خبرها برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. لحظه هدف قرار دادن پایگاه طالبان در هلمند، آجی لالا کشته شد. و وزیر خارجه پاکستان اشرف غنی فیصله کند که از ما چی می‌خواهند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به کسیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به جا در آمده است. این آتش بس که در ساعت نخست روز جمعه شروع شد، به 11 روز درگیری میان دو طرف که پیش از 240 کشته عمدتاً در غزه به جا گذاشت پایان می دهد. با گزارش بی بی سی، کابینه امنیتی اسرائیل متشکل از بلندپایه‌ترین مقامات نظامی و اطلاعاتی دولت، نخست وزیر اسرائیل پس از برگزاری یک جلسه شبانه اعلام کرد که طرح آتش‌بس پیشنهادی مصر به طور متقابل و بدون قید و شرط خواهد بود. با جای آتش‌بس، فلسطینی‌ها به خیابان‌ها ریختند تا آن را جشن بگیرند. اسرائیل و حماس هر دو مدعی پیروزی شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که آتش‌بس فرصت واقعی برای پیشرفت ایجاد کرده است. اسرائیل روز پنجشنبه پیش از 100 حمله علیه تاسیسات زیربنایی حماس در شمال غزه انجام داد. حماس هم با شلیک راکت با آن پاسخ داد. وزیر خارجه پاکستان اشرف غنی فیصله کند که از ما چی میخواهد. وزیر خارجه پاکستان در واکنش به انتقادهای اخیر عبدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان از اسلام آباد از رئیس جمهور غنی میپرسد که چرا حکومت افغانستان از یک سو از پاکستان کمک میخواهد و از سوی دیگر به این کشور تهمت میبندد. با گزارش سپوتنیک به نقل از پولونیوس، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در سخنرانی که در پارلمان پاکستان داشت از رئیس جمهور غنی خواست که فیصله کند از پاکستان چی میخواهد. او در این باره افزود: این پرسش را از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میپرسم. از یک سو خواهان کمک پاکستان هستید و از سوی دیگر کارمندان شما بر پاکستان تهمت میزند، بر نهادهای پاکستانی نکته چینی میکنند. برای خدا فیصله کنید که چی میخواهید. ما امنیت میخواهیم، دوستی و ثبات میخواهیم، اتصال منطقه‌ای میخواهیم، همکاری اقتصادی و بازرگانی دو جانبه میخواهیم. مشاور امنیت ملی افغانستان در روزهای عید در سفر به ولایت ننګرهار از عملکردهای پاکستان در برابر افغانستان به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به گفته های وزیر خارجه پاکستان میگوید که نگرانی های افغانستان درباره نامنی ها و فعالیت های حراس افغانان با پاکستان در میان گذاشته شدند. پس از سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به کابل و دیدارش با رئیس جمهور غنی گفته شده است که توافقهای میان دو طرف انجام شدند. از همین رو رابط کابل اسلام آباد وارد مرحله دیگر شده است. روبینا جلالی نماینده مردم کابل در مجلس گفت: ما باید دست کمک با آنان دراز کنیم، ولی پاکستان هم باید صادقانه با ما عمل کند. لحظه هدف قرار دادن پایگاه طالبان در هلمند، آجی لالا کشته شد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پایگاه اخاذی طالبان را مورد هدف حملات هوایی قرار دادند. با گزارش سپوتنیک، مجیب زیا به نقل از وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که نیروهای هوایی افغانستان شب گذشته تجمعات گروه طالبان را در مربوطات سای عینک و بولدان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آماج حملات هوایی قرار داده است. ما گفته این منبع در پی این حملات 7 طالب به شمول آجی لالا معاون قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی ناوی این ولایت کشته شدند. یک فرمانده القاعده در حمله هوایی در هلمند کشته شد. قول اردوی 215 میوان میگوید در یک حمله هوایی در ولایت هلمند یک فرمانده شبکه القاعده برای شب قاره هند و 4 زیردستانش کشته شدند. این قول اردو پنجشنبه 30 سال در خبرنامه ای گفت که عصر دیروز نیروهای هوایی یک مرکز تعلیمات شبکه القاعده برای طالبان را در مربوطات ولسوالی گرمسیر هدف قرار دادند. طبق خبرنامه در این حمله علی پنجابی فرمانده شبکه القاعده و 4 تن از همراهانش کشته شدند. در خبرنامه قول اردوی 215 آمده است که در این حمله زاکر سرگروه جنگجویان طالبان با 5 نفر از افرادش نیز کشته شدند. این پایگاه ارتش گفته که در ضربات هوایی مرکز تعلیمی شبکه القاعده و 3 قرارگاه نابود و تعداد اسلحه و تجهیزاتشان تخریب شده است. قول اردوی 215 گفته که عملیات ضد تروریسم در نقاط هلمند جریان دارد. وزارت دفاع پیش از این هم بارها از کشته شدن از اعضای القاعده در هلمند خبر داده بودند.
این گزارش ها اوکی از رابطه طالبان و القاعده می کند، در حالی که طالبان در توافق صلح با امریکا تعهد دادند که با القاعده قطع رابطه می کنند. مطابق این توافق قرار است نیروهای این کشور همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری افغانستان را ترک کنند. شمار مقام های امریکایی نگرانی دارند که پس از خروج نیروهای خارجی امکان دارد القاعده دوباره امریکا و متحدانش را از افغانستان تهدید کند. پس از حمله 11 سپتامبر جنگ افغانستان به دستور جورج بوش رئیس سابق این کشور به منظور ریشه یابی گروه القاعده و مبارزه با تروریسم در افغانستان آغاز شد. اشرف غنی، قهرمان یا قربانی؟ مهدی نوری، خبرگزاری افاق. روند صلح روز به روز تضعیف می شود. این واقعیت است که نشانگر آن کاملا مشهود است و توقف روند گفتگوهای قطر و تعلیق نشست سرنوشت از استانبول تنها یکی از نشانه های است. افزون بر اینها تشدید خشونت های مرگبار بلافاصله پس از پایان تنفس سه روزه در ایام عید از دیگر علائم است که نشان می دهد صلح پیش از هر زمان دیگر دست نیافتنی است. در این میان دو طرف درگیر در کنار تقابل خونین میدانی بر ضد تبلیغاتی غیر سازنده علیه همدیگر نیز دامن میزنند. با توجه به این شرایط و با در نظر داشت موضع و ابراز نظرهای اشرف غنی، چشم انداز آینده سیاسی او پیش از پیش پیچیده تر می شود. اشرف غنی رئیس جمهوری می گوید که گروه طالبان باید بپذیرند که سیستم آینده افغانستان بر اساس انتخابات شکل می گیرد و در صورت بروز جنگ در افغانستان مردم و نیروهای امنیتی را رها نمی کند و حاضر است برای افغانستان بمیرد. رئیس جمهوری در گفتگوی اختصاصی با شبکه بی بی سی امریکا گفته است اگر جنگ باشد من فرمانده کل قوا هستم. من قوم خود را رها نخواهم کرد. من نیروهایم را رها نمی کنم. من حاضرم برای کشورم بمیرم. من علاقه به قدرت ندارم. من به اصل اطمینان از نظم پابند هستم. جامعه افغانستان خواستار معاشرت است. آقای غنی افزوده است که کلید گفتگوی سیاسی این است که طالبان بپذیرند که سیستم سیاسی آینده افغانستان مبنی بر اصل انتخابات است. او افزوده است اگر طالبان به دنبال رسیدن به قدرت از طریق خشونت و جنگ باشند، نیروهای امنیتی و دفاعی جلو آنها را میگیرند. آقای غنی پیشتر گفته بود که تنها یک گلوله با مرگ فاصله دارد و تاکید کرده بود که هیچ قدرت نمیتواند او را مجبور به ترک کشور کند. شاید اگر نسبت به این سخنان آقای غنی نمیدانستیم تصور میکردیم که صحبت‌های یک رهبر انقلابی است که در برابر یک رژیم سرکوبگر و اقتدارگرا مبارزه میکند و حاضر است در مسیر این مبارزه مقدس جان بدهد. آقای غنی را کمتر با این موضع میشناسیم. رئیس جمهوری که در آرامش تصمیم میگیرد بی صدا عمل میکند و در مواجهه با شدیدترین بحرانهای سیاسی آرام و مطمئن به نظر میرسد. پس یه اتفاق در حال رخ دادن است که او در مصاحبه های پیوستش با رسانه های غربی زشت یک رهبر انقلابی را میگیرد و از آمادگیش برای مرگ خبر میدهد.